أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاب قصد دارم یک هدیه بدم به برادران و خواهران عزیزم. این هدیه یک دعای بسیار زیبایی است که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده. این دعای زیبا امیدوارم که در دل هر مسلمانی جای بگیره و هر مسلمانی آن را از بر کند. دعای برای حفاظت خودتان، دعای برای نجات خودتان از مصیبت ها، از بیماری ها، از درد رنگ ها. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هنگامی که کسی مصیبت زده ای را دید، اگر این دعا را بخواند، الله او را به اون مصیبت مبتلا نمی کند. من دعا را کامل می خونم، بعد از آن توضیح می دهم که کجا و کجا باید این دعا بخونیم. این دعای زیبا بسیار خلاصه است، دعای بلندی هم نیست، طولانی نیست، همه می تونن حفظ کنن. نصیحت من و سفارش من و خواهش من به همه برادران و خواهران عزیزم اینه که این دعا را حتما حفظ کنن. فایدهش رو بعد دوباره توضیح میدم. این دعا را حتما حفظ کنن. اون دعا اینه: هر وقت کسی را دیدید به مصیبتی مبتلا بود، به مریضی مبتلا بود، به درد و رنجی، به آفتی مبتلا بود، هر چی میخواد باشه، آفت بدنی باشه، آفت دینی باشه، آفت مالی باشه، کسی را دیدید مبتلاست، این دعا را بخوانید. اما این دعا را نباید بلند بخوانید که اون شخص بشنوه در جلو روش. مثلا طرف یک بیماری مبتلاست، جلو روش این دعا را بلند بخوانید، چون روحیه به روحیش تأثیر داره. بین خودتان و خدای خودتان بخوانید، طوری که اون نشنود. دعا اینه: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. هر کس این دعا را بخواند، الله او را از آن مصیبت نجات میدهد، به آن مصیبت او را مبتلا نمی کند. یه بار دیگه دعا می خونم، دعا را بنویسید و حفظ کنید. این دعا حیاتی است، بسیار بسیار دعای مهم و ضروری است. از آب خوردن، از نان شب هم برای شما واجب تره. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. حمد سپاس الله، اون ذاتی که مرا عافیت داد از آن چیزی که تو را به آن مبتلا کرده است و مرا بر بسیاری از بندگانش برتری داد، با عافیت تندرستی. به عنوان مثال، به عیادت شخصی میرید بیماره، در بیمارستان شخصی سرطان داره، الله همه بیماران را شفا بده، شخصی بیماری هپاتیت داره، شخصی بیماری پوستی داره، شخصی کوره، شخصی فلجه، شخصی نمیدونم دستش قطع شده، شخصی انگشتش قطع شده، شخصی دچار سوختگی شده، شخصی دچار یک بیماری خطرناک لاعلاج شده، پاش قطعه، در بدنش آفتی رسیده، گوشش کره، ماشینی دیدی تصادف کرده، کنار جاده دیدی جسدهای ریخته، شخصی داره گریه میکنه به مصیبت، شخصی را دیدی به مصیبتی، به مرگ عزیزی مبتلا شده، داره گریه میکنه، شخصی دیدی در مال تجارتش ورشکست شده، مغازش آتش گرفته، شخصی دیدی مثلا ماشینش آتش گرفته، خونش آتش گرفته، در مالش، در جسمش، در خونش، شخصی دیدی اصلا مبتلا به معصیته، سیگار میکشه داره، زنی دیدی بیهجابه، دیدی زنش بیهجابه، شخصی دخترش بیهجابه، شخصی را دیدی بینمازه، شخصی را دیدی داره شراب میخوره، شخصی دیدی داره دختربازی میکنه، با دختران داره میاد میگرده، شخصی دیدی به هر منکری مبتلا شده. هر کی را دیدید این دعا را بخونید،
الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الله ترى از اون مصیبت نجات میدهد. رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر داده تو را به اون مصیبت مبتلا نمی کند. چقدر دعای زیباست. ما از بیماری میترسیم، وقتی دیدن کسی میریم بیماری سرطان داره از سرطان میترسیم، میخوای الله تو را نگه بداره، تو را حفاظت بکنه از اون بیماری، این دعا را بخون. اما گفتم بازم میگم بلند در جلو روی بیمار نخوان، بین خودت و خدا تا دیدی در زیر لبت بخون الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاك بي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، دو سه بار بخون و خداوند را سپاس بگو الله تو را عافیت داده. این دعا حمد و سپاس الله است بر عافیتی که الله به تو داده و نگهداری و حفاظت تو را از اون بیماری است. نگهداری و حفاظت تو از اون بیماری است. چقدر زیباست، هم حمد و سپاس الله، هم نگهداری و حفاظت تو از آن بیماری است. برادران و خواهران عزیز، این دعا را از بر بکنید، به این دعا عمل بکنید، پایبند باشید، ببینید الله چگونه شما را از مصائب و پریشانی ها دور میکنه. شخصی مثلا میری تو زندان میبینی زندانیه، شخصی به خاطر آدم کشته، به خاطر تصادف آدم کشته، الان تو زندانه و دیدنش الله تو را از اون، از هر چیزی که میترسی وقتی کسی را دیدی با آن مبتلاست، این دعا را بکن. و برعکس هرگز کسی را به خاطر گناه و معصیت یا بیماری یا هر چیزی به اون طعنه نزن. اگر کسی را دیدی به بیماری مبتلاست یا اگر کسی را دیدی به گناهی مبتلاست، به اون طعنه زدی، شماتت کردی، از اون مسخره کردی از گناهش، الله به اون عافیت میده، تو را به اون گناه مبتلا میکنه. نعوذ بالله، مواظب باشی. الله سبحانه و تعالی همه بیماران را شفا بده، همه کسانی که مبتلا هستند الله عافیت بده، اون کسانی که در رنج پریشانی هم الله پریشانی آنها را دور بکنه. این دعا را حتما حفظ بکنید. جزاکم الله خیر. این هدیه زیبا تقدیم به همه دوستان و برادران و خواهران مسلمانم.